با رسیدن به جلسه نهم جان ما را به ایستادگی کردن در برابر دشمن و مراقب بودن از ترفندها و نقشه های او ترغیب می نماید. آمین, آمین 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 بسیار خوب یک بار دیگه به برنامه آموزشی خستگی ناپذیر خوش اومدین رسیدیم به جلسه نهم باورش سخته که به اینجا رسیدیم عنوان این جلسه است در برابر ابلیس بیستید امشب میخوام مستقیما به گفتهای پتروس که قبلا اونا رو کلمه به کلمه بررسی کردیم برگردیم پس ما الان در اول پتروس باب پنج هستیم و میریم به آیات هشت و نو جایی که پتروس میگه خیشتندار و مراقب باشید زیرا دشمن شما و اون واقعا دشمن شماست ابلیس همچون شیری غران در گردش است و کسی را میجوید تا ببلد شما یکی از اون افراد نباشید پس در ایمان راسخ باشید و در برابر او بیستید او همچنین میگه خیشتندار و مراقب باشید در این مورد اگه وقتی بمونه انتهای جلسه صحبت بکنم اما الان میخوام یه راست برم سر این آیه در ایمان راسخ باشید و در برابر او بیستید پتروس الان داره مستقیما به مبارزه اشاره میکنه اون داره اعلام میکنه که ابلیس و همه دار و دستش مثل یه شیرن بذارید همینجا نکته رو براتون روشن کنم اون نمیگه که اون یه شیره بلکه مثل یه شیره اون در کتاب مقدس مار اجدها و دوز نامیده شده و چند تا اسم مناسبو در خور دیگه ای که خدا بهش داده اما هرگز شیر نامیده نشده اون مثل یه شیر قرانه عیسی شیر سبت یهوداست یه و هیچ تشابهی بین عیسی و شیطان وجود نداره اما نقطه ای که پتروس اینجا خاطر نشان میکنه اینه که اون مثل یه شیر در حال پرس زدنه تا کسی را پیدا کنه ببله و اگر فرصت مناسبی پیش بیاد این کارو میکنه اون بیرحمانه این کارو میکنه حالا اون یه دشمن شکر خورده است اما یه حریف در خوره و نباید هرگز اونا دست کم بگیریم هیچ دلسوزی و رحمی در اون وجود نداره و اون فقط یه مأموریت داره کشتن دزدیدن و نابود کردن اگه شما توی دشتای تانزانیا در آفریقا بودین و در قلمرو یک شیر آدمخوار با بی اعتنایی و غیر مستر در اون منطقه پا نمیذاشتین اگه چنین کاری بکنین هیچ شانسی برای زنده بیرون اومدن از اونجا نخواهید داشت درسته؟ اگه شما عاقلانه عمل کنین برعکس این اتفاق میفته البته اگه یه تفنگ خیلی قوی با خودتون ببرین و نحوه استفاده هم بلد باشین اگه مسلح و آماده باشین آسیب نمیبینید و این یه واقعیت که در مورد ما صادقه ما صاحب یه تفنگ یا یه اسلحه شدیم اون هیچ اسلحه ای نداره اون خل شده حالا پتروس میگه در برابر او بیستید لغتنامه یونانی تیر ایستاده کردن اینطور تعریف میکنه به مقابله برخواستن تا باوردن رویارویی کردن لغتنامه استرانگ اینطور مینویسه مقاومت کردن لغتنامه انگلیسی مینویسه ممانعت از وقوع امری با عمل یا استدلال بدون تردید این لغت مفهوم تعارض و برخورد خسمانه را در خودش داره. <applause> یه بار دیگه به گفتهای های بخش ایسا گوش کنید. اینک با علامات تعجب شما را اقتدار و قوت می بخشم بر تمام نیروهای دشمن و هیچ چیز به هیچ نحوی به شما آسیب نخواهد رسانید. این عالی نیست؟ وعده اون این اطمینان رو به ما میبخشد که اگر در فیض پرقوتون گام برداریم هیچ کس و هیچ چیزی نمیتونه به ما آسیب برسونه این فوق است اما در صورتی که شما اون قدرت را به کار بگیرید آمین اگر این کار رو نکنید وعده خدا در زندگی شما عملی نمیشه و شما صدمه میبینید وقت خوبی برای آمین گفتنه به همین دلیل پولس به ما سفارش میکنه که در برابر اون بیستیم اون نمیگه دعا کنی و خدا اونا محو خواهد کرد نه من و شما باید مستقیم و آگاهانه در برابرش بیستیم هیچ جا در عهد جدید هیچ جا نمیتونین آیه پیدا کنید که تعلیم بده باید از خدا بطلبیم طلبیم که ابلیس رو دور بکنه اون نمیتونه چی؟ جان من باورم نمیشه که تو الان اینو گفتی اون اقتدار رو برای این زمین به انسان بخشیده اون اقتداری رو که تفیز کرده دور نمیزنه اون میخواد شما خودتون در برابر شریر بیستید ایسا در لوقا ده آیه 20 میگه اروا از شما اطاعت میکنند در نام من ما اون اشخاصی هستیم که باید این اقتدار رو بر روی زمین در دستمون بگیریم از چه کسی بهتر از عیسی میتونیم این درس رو یاد بگیریم وقتی اون با هدایت رو به بیابان رفت در روز چهلم میبینه که شریر سه بار به اون نزدیک میشه و اون رو وسوسه میکنه عیسی چه واکنشی نشون داد آیا اون رو به خدای پدر کرد و گفت پدر منو از شر این ابلیس خلاص کن این خود ابلیسی که اومده سراغم خیر عیسی به اون نگاه کرد و گفت نوشته شده است که چرا عیسی گفت نوشته شده است چون کلام خدا یه شمشیره یه شمشیر به مفهوم واقعی کلمه میخوام چشاتون رو ببندین و اون رو به این صورت تجسم کنید اون یه اسلحه هست یه اسلحه واقعی اون از یه اصله واقعی خیلی واقعی تره شما ممکنه یه اصله واقعی داشته باشین شاید یه شمشیر واقعی داشته باشین اما نمیتونه به اندازه شمشیری که شما در روح صاحب شدین واقعی و پرقدرت باشه شما صاحب شمشیر روح هستین همون شمشیری که وقتی عیسی دوباره به این زمین برگرده از دهنش بیرون میاد چون اون بار دوم برای به دست گرفتن اقتدار به این زمین برمیگردد هللویا او خدای من بنابراین شما هرگز نمیبینید که عیسی از پدر برای دور کردن ابلیس درخواست بکنه ما بایستی در برابر اون بایستیم. یعقوب میگه در برابر ابلیس ایستادگی کنید پتروس میگه در ایمان راسخ باشید و در برابر او بایستید. سالها پیش شبانی به دفترم اومد تا وقتی زنده این ماجرا رو فراموش نمی‌کنم. این شخص قبل از ایمانش درگیر مواد مخدر بود اون به شکل پرجلال نجات پیدا کرد و ما با هم در کلیسای بسیار بزرگی در فلوریدا هم خدمت بودیم. هرگز صحنه‌ای که از این مرد در حین پرستش دیدم فراموش نمی‌کنم. همیشه موقع پرستش اشک از چشم‌هاش سرازیر شد اون یه مرد خدا ترس بسیار مهربون و یه شوهر بسیار خوبی بود. منظورم اینه که حقیقتا یه مرد خدا بود. و همیشه دیدن اشکاش وقتی در این مورد فکر میکرد که عیسی چطور اون رو نجات داد و آزادش کرد واقعا منو متاثر میکرد روزی رو یادمه که اون اومد و در دفترم رو زد اومد تو و نشست و شروع کرد به صحبت کردن بعد از یک کمی خوش بش اون گفت جان من باید با تو صحبت کنم بسیار از مردای خانواده ما در اثر حمله قلبی فوت کردن اونا مشکلات جدی قلبی داشتن من در حال مبارزه با این ترس هستم که منو قرار در اثر یه مشکل قلبی در سن جوانی بمیرم. اون گفت این ترس رفته رفته بیشتر داره بر من غالب میشه. من واقعا دارم براش دعا میکنم. اون گفت جان بذار اینطوری توضیح بدم. مثلا وقتی مشغول رانندگیم یه دفعه این ترس به سراغم میاد و شروع میکنم به عرق کردن و ادامه داد وقتی بوده که تمام لباسام در اثر ترس از حمله قلبی خیس عرق شده. پیش چند تا دکتر رفتم اونا گفتن من حالم خوبه ولی بازم نمیتونم از شر این ترس خلاص بشم من روزه گرفتم پیش خداوند گریه کردم بلافظه که اینو گفت من متوقفش کردم گفتم درسته اما آیا تو سعی کرده که مستقیم با مانیتاز برخورد کنی اون گفت چی گفتم تو میتونی برای دریافت پاسخ هر درخواستی از خدا دعا کنی اما خدا کسی که بهت میگه تو خودت باید با روح ترس مقاومت کنی گفتم میدونی کن من اسمش کن میذارم گفتم زمانهایی میرسه که دشمن به طرز خیلی ملموس و واقعی به من و خانوادم حمله میکنه وقتی پیش میاد که من به شدت اشبا میشم و میرم بیرون و یه جای دوری رو پیدا میکنم جایی که کسی نمیتونه صدای منو رو بشنوه و صدا بلند میکنم و فریاد میزنم چون کتاب مقدس به ما میگه دعای پرشور حرارت مرد پارسا بسیار موثر است دعای پرشور اشتیاق که اثر بخشه با من هستید دعای اثر بخش دعای پرشور حرارتیه بهش گفتم من میرم بیرون و خیلی خشگین میگم خب ابلیس خواست تو یه مبارزه است و این مبارزه رو خواهیدید، دید اما بذاری چیزی رو همین الان به یادت بیارم من یه اصله دارم و تو نداری من شمشیری در دا دست دارم و تو رو تیکه می میکنم و اگه این برات کافی نبود اون تیکه ها رو به تیکه کوچکتری تقسیم میکنم اما آخرش تو از من فرار خواهی کرد <تصحن> نمیدونی چند بار اینجوری بیرون رفتم و دعا کردم <تصحن> گفتم من دوباره این کارو خواهم کرد و مطمئنا نتیجه اونا خواهم دید و ما این شکلی که بتونه با هم صحبت کردیم و اون دفتر منو ترک کرد و ما هم دعا کردیم و اون رفت و یادم یاد که 6 ماه بعد در دفترم به در اومد مسلما دوباره شبان کم بود اون وارد دفتر شد و باید بگم سنگینی زیادی رو رودوشش دوشش احساس می شد چهرش خیلی افسرده به نظر می رسید و من گفتم خدای من خبر خوشی ازش نمی پس اومد تو نشست و من گفتم اوزا چطوره کن؟ قبلش میدونستم که چی جواب میشنوم اون گفت جان بدتره مطلقا همه چیز بدتر شده گفتم منظورت از اینکه مطلقا بدتر شده چیه گفت جان من الان تقریبا روزانه دارم با این ترس دست و پنجه نرم میکنم ممکنه وسط یه جلسه تمام لباس من از ترس مرگ در نتیجه حمله قلبی خی عرق بشه تو دفترم میشینم و یه دفعه این ترس وجودمو میگیره اون گفت من به شکلی که تا حالا خدا رو نخونده بودم اونو خوندم و دعا کردم در این مورد روزه گرفتم گفتم آیا تا بیرون رفتی و طوری که شیش ماه پیش با هم صحبت کردیم با ابلیس مبارزه کردی؟ گفت خب راستش نه اما من واقعا پیش خدا گریه داری کردم گفتم کن مشکل همینجاست تو داری به دعا کردن پیش خدا ادامه میدی و مستقیما با شیطان رو درو نمیشی <applause> یه دفعه سرش رو پایین انداخت اون شروع کرد پاپس پس کشیدن و من گفتم اوه oh, نه من دارم اون از دست میدم بنابراین دعا کردم خدا بندام. تو باید چه سریعتر به من کمک کنی من به کمک تو احتیاج دارم من به اون گفتم هی hey, کن خدای مثال را به من بخشید گفتم تو میتونی تصور کنی یکی از دخترها و پسرای ما به جنگ اعزام شده باشن مثلا جنگ عراق قبوله اونا در یه تونل هستن و زیر تیر اندازی دشمن گیر افتادن و میرن سراغ تلفن و با رئیس جمهور ایالات مده تماس میگیرن چون اون رئیس کل نیروهای نظامی آمریکاست. اونا با کاخ سفی تماس میگیرن و میگن جناب رئیس جمهور دشمن داره به ما تیراندازی میکنه اونا داره به ما نزدیک میشن اونا داره به ما شلیک میکنن اونا میخوان ما را بکشن so به نظر تو رئیس جمهور به چنین سربازه چه پاسخ میده اون میگه ما به شما بهترین آموزش های نظامی در جهان را دادیم ما بهترین سلاح تمام دنیا را در اختیارتون گذاشتیم ما اقتدار دولت آمریکا را به شما بخشیدیم حالا به سمت دشمن شلیک کنین وقتی اینا رو بهش گفتم یه دفعه واقعیت براش آشکار شد اون متوجه موضوع شد گفتم تو باید تبدیل به کسی بشی که در برابر ابلیس ایستادگی میکنه تو باید شمشیر به کار ببری و اون به من نگاه کرد و حرفمو درک کرد فهمیدم که واقعا متوجه شده از دفترم بیرون رفت سه هفته بعد جست کنم و وارد دفترم شد لحن صداش خیلی پرشو بود و چشمانش برق میزد گفتم خواب چی شده چی شده کن شبان کن تعریف کن چه اتفاق افتاده اون گفت جان تو باید بشنوی یک شنبه چه اتفاق افتاد گفتم خب چی شده گفت با همسرم به سمت جلسه در حال رانندگی بودیم دوباره اون ترس به من حمله ور شد و من به شدت شروع کردم به عرق کردن یه دفعه به شدت عصبانی شدم و کلماتی که به من گفته بودی رو به یاد آوردم میدونی همسرم از اون چی که اتفاق می افتاد بی خبر بود اون کاملا بی اطلاع بود یه دفعه محکم با مشت کوبیدم به داشبورد ماشینمون همسرم بلا فاصله تقریبا تا سقف ماشین بالا پرید چون به هیچ وجه از اون چی میگذشت مطلع نبود گفتم ای ابلیس من حساب تو میرسم من شروع کردم به اعلام کلام خدا علیه اون جان وقتی من با مشت محکم به داشبورد ماشین کوبیدم یه رویا گرفتم من یه رویا دیدم گفت من در روح دیدم که عیسی بر تخت نشسته و وقتی من مشتم رو کوبیدم و گفتم ابلیس من حساب تو میرسم دیدم عیسی به این شکل گفت بله انگار که داشت به من میگم من منتظر همین حرکت تو بودم اون دیگه هرگز دچار اون مشکل نشد امروز اون در جنوب آمریکا شبانی کلیسای بسیار بزرگی رو به عهده داره و بعد از گذشت 25 سال از اون موقع هنوز زنده است آمین بیا یک کمی از نزدیک گفتهای پتروس رو بررسی کنیم پتروس میگه خیشتندار و مراقب باشید زیرا دشمن شما ابلیس همچون شیری قرآن در گردش است و کسی را میجوید تا ببلد پس در ایمان راسخ باشید و در بر او بایستید همه بگید راسخ دوباره بگید اگه باشه لغت راسخ مترادف لغت خستگی ناپذیره حالا به نظر من این همون جایه که خیلی ها دوچار شکست میشن کتاب است تعلیم نمیده که اگه ما یه بار در برابر ابلیس ایستادگی کردیم دیگه از حمله دوباره اون ممانعت میشه نه درست برعکس اون میتونه دوباره و دوباره و دوباره برگرده از روی تجربه میتوانم بگم این درست جاییه که خیلی ها مایوس میشن و شکست رو تجربه میکنند اونا اینطور فکر میکنن خب من حس میزنم این جواب نمیده یا من اون که باید میداشتم رو در اختیار ندارم این یه دروغه بذاری یه داستان دیگه تعریف کنم همسرم وقتی بچه بود گرفتار دلپیچه می شد دلپیچه چیه؟ دلپیچه وقتی اتفاق می افته که بچه ها هر روز ساعت جیغ و داد می کنند. معمولا وقتی اونا سه ماهن گرفتارش می و ممکنه یک ماه تا دو ماه طول بکشه حتی بعضی مواقع تا سه ماه پزشکا هنوز دلیلش پیدا نکردن اما اونا میگن این به علت سیستم گوارشی روشن کرده است و به این خاطر دچار این درد آزار دهنده میشن وقتی ادیسا به دنیا آمد پسر اولمون وقتی سه ماهه بود شروع کرد به گریه کردن منظورم جیغ زدنه و هیچ چیزی نمیتونست آرومش بکنه لیزا اونو بر بغلش میکرد هر کاری میکرد بالاخره من میگرفتمش و بین بازوها میذاشتم و شروع میکردم به دعا کردم و در روح با بلند دعا میکردم و مطمئن بودم که اون میخوابه خب این هر روز و هر روز و هر روز ادامه داشت بالاخره بعد از ده روز تا دو هفته یه شب من و لیزا برای خوابیدن آماده می شدیم در واقع من تو رختخواب بودم فکر کنم داشتم مطالعه می کردم انگار منتظر لیزا بودم اون تو دشتوی داشت آرایش رو پاک می کرد و یه دفعه صدای جیغ وحشتناکی از اتاق بچه شنیده شد فکر کردم وای پسر دوباره شروع شد بلافاصله از رختخواب بیرون آمدم گفتم عزیزم من ازش مراقبت میکنم بعد به ساعت دیجیتالی کنار تختم نگاه کردم و ساعت دوازده و یازده دقیقه بود یه دمه وارد اتاق بچه شدم بغلش کردم به اون درد نهیب دادم که اونا ترک کنه بعد در روح دعا کردم و اون ظرف ده دقیقه خوابید شب بعد من و لیزا هر دو در اختخواب بودیم ناگهان یه صدای جیغ وحشت زای دیگه از اتاق بچه شنیده شد من به لیزا نگاه کردم گفتم دوباره شروع شد از رخت خواب بیرون آمدم وقتی داشتم بلند می شدم به ساعت کنار تخت خوابم نگاه کردم دوازده و یازده دقیقه نصف شب با خودم گفتم چه تصادفی برابر رفتم به اتاق بچه اونو بغل کردم و به اون درد فرمان دادم که اونو ترک کنه در روش شروع به دعا کردم و با اطمینان که حتما میخوابه شب سوم لیزا در حال پاکن آرایشش بود من تو رخت خواب بودم صدای جیغ وحشتناک دیگه از اتاق بچه شنیده شد گفتم وای پسر در نتیجه دوباره از رخت خواب بلند شدم و دوباره همین کار رو کردم ساعت دوازده و یازده دقیقه را نشون میداد من خیلی عصبانی شدم در حالی که براش شفته بودم وارد اتاق پسر ازدم شدم و هرگز اون چه اتفاق افتاد رو در تمام زندگی هم فراموش نمی کنم. این بار من اونو بغل نکردم من پایین به تخت نزدان نگاه کردم و به مفهوم واقعی کلمه آتش تو این چشما بود میخوام چیزی رو به تو میگم من این آگاهی رو داشتم که یه شخص دیگه داره به وسیله این چشما نگاه میکنه اون شخص روح القدس بود و من با چنان اقتدار قوتی به پایین نگاه کردم و دستم روی سینه اون گذاشتم و گفتم ای روح ناپاک بیماری و دلپیچه از پسر من دور شو من این لعنتی که بر خانواده لیزا بوده رو در هم میشکنم و به تو فرما میدم که اونو ترک کنی و دیگه هرگز بر نگردی حالا گوش کنید شما شاید فکر کنید این کار باعث ترس بچه شده اون با نگاهی ملیح و دلچسب به من نگاه کرد و بلافاصله خوابید و دوباره هرگز اون مشکل براش پیش نیومد حالا بذارید از اون چه که ازش عبور کردم براتون تعریف کنم اولین شبی که صدای جیغ رو شنیدم این افکار ذهن منو بمباران کرد ببین جان دعاهای تو هیچ اثری ندارن تو داری ده روز دو هفته همینطور دعا میکنی مثل امشب تو هیچ کار مفیدی براش انجام نمیده دعای تو فاقد هر گونه قوتی هن. دعای تو اثر بخش نیستن شب سوم چرا داری با بیرون اومدن از رختخواب خواب خودتو ناراحت میکنی بذار فقط لیزا بره یکم نوازشش بکنه چون دعای تو بی اثره من اثر بخش بود اون چیزی که باید خوب بفهمین اینه که دشمن چنان حریف نیرومندیه که به شما اجازه میده با اون شمشیر کوچک بهش ضربه بزنین و بعد دوباره برمیگرده اون شبیه یه سگ هوای کوچلوه اون سگای کوچکی که فکر میکنن دوبرمنن اونا به مچ پای شما نزدیک میشن و بعد شروع میکنن به یپ 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 درسته یپ 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 درسته شما برو از اینجا بیرون برو بیرون از اینجا اون دوباره بر میگه یب 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 به دفعه دیگه شما میگی برو بیرون از اینجا من هیچ وقت این کار نکردم باشه و بعد چه اتفاق میفته اون بازوز کشته دور میشه چون متوجه میشه که شما خستگی ناپذیرید و مصممید از شرش خلاص بشید شما باید همین خصوصیات رو در برابر دشمن از خودتون نشون بدین اینکه شما با خستگی ناپذیری در پی آشکار شدن پادشاهی خدا در زندگیتون هستین در خانوادهتون در دنیا اطرافتون آمین سرسختی و مصمم بودن ما در حفظ و چسبیدن به آزادیمون باید بیشتر از سرسختی دشمنمون در تعاقب اسارت و نابودی ما باشه <applause> میدونین مرگز فراموش فراموش نمیکنم که یه مرد خدا به کلیسای ما اومد میدونید اون اصولا در کوهستانها بین سرخپوستهای مکسیکی خدمت میکرد اون در یه روستا خدمت میکرد و در نتیجه خدمتش تقریبا همه اهالی روستا زندگیش رو به مسیح سپرده بودن یه شب اونا میان و در خوناش رو میزنن یکی از اهالی بوده بچه اونا فوت کرده بود اونا میگن لطفا بیاین برای بچه ما دعا کنید در نتیجه اون راه میفته و به روح مرگ نهیب میده و اون بچه کوچک شروع میکنه به صرفه و اصل کردن و به زندگی برمیگرده hey همه مردم هیجان زده میشن اون با خودش گفت خب حالا دیگه میرم بخوابم پس برگشت خونش چند دقیقه بعد دوباره در خونش رو زدن بچه مرده بچه مرده <تصفح> میدونید اون مرد خدا اون شب در مقابل ما ایستاده گفت اون باید اون بچه را از مردگان زنده میکرد 16 بار مجبور شده روح مرگ رو نهیب بده و میدونی وقتی داشت این اتفاق رو برای ما تعریف میکرد میگفت اون بچه یه بچه سالمه که همین الان در روستا در حال بازی کردنه 16 بار این وجود یه روح مستر رو سرسخت رو نشون میده متوجه هستین موضوع اینه که آیا شما تصمیم دارید کمتر از ابلیس و یا بیشتر از اون خستگی ناپذیر نشون بدین مخصوصا در شده که شما صاحب صلاح هستین ولی اون نه نکته فوق العاده آمین من بارها شاهد فقدانهای دردناکی بودم مردم حقیقتا و صادقانه از دست خدا برکت می گیرن و طی روزها هفته و ماهها و بعضی اوقات سالها اونا هر چی که داشتن از دست میدن در اول تستانیکه به ما توصیه شده آنچه را نیکوز به چنگ بگیرید به این کلمات خوب گوش کنید آنچه را نیکوز به چنگ بگیرید هر ایمانداری باید در این توصیه تعمل کنه اونو بشناسه و محکم برون اون بیسته من اینو در ابتدای سفر منم یاد گرفتم یادم یاد وقتی یه نوع ایمان بودم یکی از دوستان منو به جلسه دعوت کرد حالا بهتره بدونه که من به این جلسات عادت نداشتم من بین جمعیت نشسته بودم و به واعظ گوش میدادم و یه دفعه واعظ گفت میدونین خداوند داره به من نشون میده که فردی در این جمع وجود داره که کمرش درد میکنه و حقیقتا شما سالهاست داریم با این درد دست و پنجه نرم میکنی و شما همینجا بین جمعیت اید و اون داشت به همیشه ادامه میداد یه دفعه با خودم گفتم من می‌دونم که اون فرد خود منم فکر کردم من اون بالای منبر نخواهم رفت من به عین کاتولیکی عادت کرده بودم و به افرادی که کارهای از این دست انجام میدادن عادت نداشتم و با خودم فکر کردم من هیچ حرکت انجام نمیدم سر جای خودم نشسته بودم و اون واعظ داشت در مورد من صحبت میکرد چون بیشتر سالهای نوجوانیم من کمر درد باور نکردنی داشتم و یادم میاد وقتی بلند میشدم و میخواستم صورتم اصلاح کنم مجبور بودم کمرمو رو اینجوری بگیرم خیلی خوب و یادم میاد که با خودم فکر کردم من هیچ کار انجام نمیدم و یادم یاد که اون باز ادامه داد و ناگم بعد از ده دقیقه گفت من نمیتونم از این فکر آزاد بشم امشب اینجا کسی است شما کمردرد دارید و القدس میخواد شما بدونی که اون میخواد شما را شفا بده و من با خودم فکر کردم خدای من این دوباره برگشت سر این موضوع و میدونستم که منظورش منم پس گفتم خیلی خوب میرم اون بالا در رفتم بالا خب اون همسرش برای من دعا کردن و دارم به شما میگم اون درد از من دور شد من چنین حال پیدا کردم واو این فوق العاده است در چه سه از زندگی بدون کمر در لذت بردم یادم میاد وقتی جلوی روشنی برای اصلاح هم میشدم میگفتم دیگه درد نمیکنه حالم خیلی خوب بود و این وضع رو خیلی دوست داشتم یه شب تو رختخواب بودم و داخل آپارتمانم با نور ماه روشن شده بود اون شب قرص کامل ماه بود و یادمه یه دفعه این حضور وارد اتاقم شد و من حس کردم که خون توی رگای بدنم یخ بست به خاطر این حضور توی اتاق اغراغ نمیکنم اتاق کم نور شد و یه دفعه ترس وجودم رو گرفت و من متوجه شدم درد دوباره شروع شده سه هفته بود که اونو احساس نکرده بودم اما الان درد رو احساس میکردم خب من یه نوع بودم و خودم رو در کلام غرق کرده بودم و فهمیدم چه اتفاقی در جریانه هرگز اونا فراموش نمی کنم ملافم را از او تخت پایین انداختم پریدم پایین و گفتم نه تو نمیتونی من سه هفته پیش در اون جلسه شفا رو گرفتم و تو نمیتونی دوباره خودتو به کمر من تحمیل کنی من برای چیزی که من بخشش شده دارم روزه میگیرم حالا ترس منو رها کرد دردم تسکیم پیدا کرد و اتاق دوباره به همون شدت اول نورانی شد never... و از اون روز تا حالا من هرگز دردی در کمه نداشتم با من هستید؟ جیز... ایسا گفت آنچه داری محکم نگه دار تا کسی تاجت را نرا باید مکاشفه سه یازده در ترجمه قدیمه نوشته شده پس آنچه داری حفظ کن مبادا کسی تاج تو را بگیرد ما در محکم نگه داشتن چیزی که از خداوند دریافت کردیم باید خستگی ناپذیر باشیم میدونی یکی از غمانگیزترین داستانهایی که تا حالا شاهدش بودم ماجرا یه مردیه که وقتی شب در حال معیزه در یک جلسه بسیار بزرگ بودم اون به شدت گریه میکرد اون واقعا حقق می کرد و من رفتم پیشش اون حتی به زحمت می تونه صحبت کنه اون یه مرد واقعا درشکل و قوی بود اون پنج تا عمل جراحی رو پشت گذاشته بود و درد طاقت فرسایی داشت خداوند اون به طور کامل اون شب شفا داد و یادم که چند هفته بعد اونو دیدم که بشاش بود و چشماش می درخشید و از کار خدا بسیار هیجان زده بود خب یک سال گذشت و من دوباره اونا دیدم دیگه اون چهره بشاش روی صورتش دیده نمیشد. اون گفت خب درد دوباره برگشته. و من گفته ایسا در مورد گفته عیسی درباره محکم نگه داشتن اون چی که داری باش صحبت کردم و اون گفت یه لحظه صبر کن خداوند در تمام این اتفاقات داره درس مهم من یاد میده من از همین چیزا در درس گرفتم و واقعا روش کردم میدونید این مرد واقعا بزرگیه اون یه مرد خدا ترسی یه پدر خیلی خوب یه شوهر خیلی خوب اما این موضوع خیلی دردناکه چون اون که امروز داره اتفاق میفته نمودی از پیدایش یه الهیات جدیدیه آیا متوجه این نکته هستید؟ شما باید اونچه که عیسی به شما بخشیده رو محکم نگه دارید. وقتی میبینم مردم شفا پیدا میکنه و بعد میشتم که بعد از سه هفته یا سه ماه واقعا بیماری از آن دور شده خیلی بنا میشم. آمین؟ شما باید استوار و راسخ در برابر اون بیستید. همه ما هم می گید راسخ. غیر ممکنه که در این صورت پاسخی دریافت نکنید اراده خدا برای شما پیروزی همیشگی شماست کلام در یعقوب 4 هفت میگه در برابر ابلیس ایستادگی کنید که از شما خواهد گوریم کلام نمیگه ابلیس شاید از شما بگریزد شما بدونید که دشمن از شما حراس داره وقتی اون به شما نگاه میکنه کسی رو نمیبینه که دوستاتون میبینن اون مسیر رو میبینه چون شما عضوی از بدن عیسی مسیح هستید میتونی بگین آمین در اصل بسیاری با تصورات و باورهای اشتباه خودشون تصویر نیرومندی از ابلیس به وجود آوردن اصل موضوعی که کلام میخواد به ما انتقال بده اینه اگه به کلام خدا ایمان داشته باشین و در برابر نیروهای تاریکی بیستید غیر ممکنه که پاسخی از خدا دریافت نکنید چه در زمینه های مالی حکمت تندرستی کسب و کار خدمت و مهمتر از همه توانایی کمک به دیگران شما در نتیجه مبارزه کردن با شمشیر روح در هر زمینه و موقعیتی پیروزی به دست خواهید آورد آخرین هشدار در سی سال خدمتم شاید افراد و تفریح در بدن مسیح بودم حد افراد این بوده که کسایی هستن که پشت سر هر چیزی شریر رو میبینند اونا نگاه ثابت به سرورمون رو از دست دادن کلام من میگه چشمان خدا بر عیسی بدوزیم اون پیشوا و کامل کننده ایمان ماست دیدگاه شخصی من اینه من به این شکل زندگی کردم چشمای خودتون رو به عیسی بدوزید و وقتی ابلیس سر راهتون قرار گرفت اونا کنار بزنید و دوباره به عیسی نگاه کنید هرگز مثل افرادی ای نشید که در کنار هر دری ردی از شریر جستجو و گروه دوم که تاچو خیلی بیشتره کسایی هستن که خدا رو دوست دارن اما دشمن رو نایده می گیرن. غالب ذهنی اونا به این شکله اگه من به توجهی توجه نکنم دست آخرش خودش دور میشه. این یه دروغ خیلی بزرگه اگه با چیزی برخود نکنی اون تغییر نمیکنه. لازمه یه بار دیگه بگم اگه با چیزی برخورد نکنید اون تغییر نمیکنه شما باید در برابرش ایستادگی کنید Amen. اوکی آخرین چیزی که پتروس میگه اینه خیشتندار رو مراقب باشید خیشتندا به چه معناست به معنی هوشیار خیرتمند و با بغاره. در زبان یونانی به معنای نقطه مقابل مست بودنه یعنی حواس جمع و سرحال بودن آیا میدونید افراد مس خیلی راحتتر مورد ضرب و شتم قرار میگیرن هرگز فراموش نمیکنم زمانی که هنوز ایماندار نبودم و در یکی از مهمونهای همیشگی دو نفر از دوستان مست و پاتیل شده بودند و به خاطر یه دختر با هم دعوا میکردند فراموش نکنید این وقتی بود که هنوز ایماندار نبودم مسیح ای از این کارا نمیکنن uh, وقت فراموش نمیکنم که این دوستم one... اون یکی دوستم را به شدت کتک زد and, and that... اون دوستم که کتک میزد هوشیار بود اون یکی دوستم هوشیارتر بود در حالی که اون یکی مست مست بود اگه دو نفر در حالت هوشیاری با هم دوام میکردن اونی که کتک خورد طرف مقابل رو به شدت کتک میزد چون وقتی مستید به عنوان یه مبارز نمیتونید کارکرد موثری رو نشون بدید فکر نمیکنم پدوس داره تنها در مورد مشروبات الکلی صحبت میکنه به نظرمون داره در مورد مست شدن از دنیا صحبت میکنه افرادی وجود دارن که مست و سرخوش از چیزای این دنیا هر چیزی در این زندگی قادره که ما را مست و از خود بیخود کنه او میتونه یه بازی فوتبال باشه میتونه شغل کسب و کار جنس مخالف ورزش سرگرمی یا وبسایت باشه میتونه چیزی باشه که در اون زیاده روی میکنیم و از اون بیشتر و فراتر از خداوند لذت میبریم ایسا باید اولین عشق و دلبستگی ما باشه ما باید مست رول قدس باشیم به این دلیل پولس میگه مست شراب نشوید که شما را به هرزگی میکشند بلکه از رو پر شوید. برای ایجاد یه تعادل کامل و درست کلام میگه خدا همه چیزو به فراوانی برای ما فراهم میسازه تا در آنها لذت ببریم سرگرمی تفریحات سالم ورزش تغذیه طبیعت و غیره بر این هستن که ما از اونها لذت ببریم و اون زمانیه که ما از اونها مست میشیم به ما میگه باید مراقب باشیم وقتی شما مراقب هستید به این معنیه که شما به دقت مواظبه که خطر یا مشکلات احتمالی بروز پیدا نکنند معنی دیگرش اینه همیشه هوشیار و زیرک با تحمل بیخوابی مراقب بودن شما نمیتونید مراقب باشید اگه خویشتندار نباشید شما باید خیلی مواظب باشید من درباره این موضوع بحث زیادی در کتاب کردن حتما سعی کنید کتاب را بخونید و یک را که خداوند از طریق به شما میبخشه دریافت کنید آیا از این جلسه مطلب یاد گرفتید آمین خب به امید دیدار در جلسه آینده این جلسه داستان زندگی یوسف نشان خواهد داد که چگونه رنج باعث رسیدن به بلوغی می شود که برای حکمرانی نیاز است و چگونه اطمینان ما به امانت خدا در رنج ها آزمایش می شود